ایزان کاربر، در این درس میخوام شما را آشنا کنم با ابزاری به نام ماجیک ون که همونجوری که از اسمش معلوم هست ماجیک میکنه یا اینکه به حالت جادویی بهتون کمک میکنه برای انتخاب کردن قسمتی از عکستون. برای دریافت کردنش کافیه بر روی W بزنید. اگه W رو زدید و Quick Selection رو گرفتید، یه بار دیگه بر روی W بزنید. اگر اینکه Shift رو در اون Preferences چک مارکش رو برداشتید، اگه برنداشتید Shift W، یعنی اینکه بیاید اینجا و کلیک بکنید و Magic Wand Tool دومین گزینه رو انتخاب کنید. بلافاصله که بیاید یه جایی از عکس رو کلیک بکنید، میاد قسمتی از اون عکس رو انتخاب میکنه. نحوه عمل کردنش خیلی جالب هست. اجازه بدید که من یک نیو داکومنت براتون به وجود بیارم تا اینکه نحوه کار کردنش رو اونجا بتونم ساده براتون توضیح بدم. کنترل N رو میزنم و بعد میگم که یه نیو داکومنت به وجود بیاد، وایت باشه. خیلی مهم هست که یا 8 بیت انتخاب بکنم یا 16، چرا که درون عکسایی که 32 بیت هستن ماجیک ون کار نمیکنه. درنجه 8 بیت رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. بله، G رو فشار میدم بر روی کیبوردم تا گریدینت رو انتخاب بکنم. همینجوری که میبینید ابزارمون متفاوت شد، الان ابزار گریدینت رو داریم. اجازه بدید همین مشکی به وجود بیاد. اینجا رو کلیک میکنم ابتدا رو و بعد شیفت رو نگه میدارم، میرم آخرش، اینجا ول میکنم. میبینید که عکسی بر ما به وجود اومد یا داکومنتی بر ما به وجود اومد که تیره ترین قسمت رو تا روشن ترین قسمت بر ما تقسیم بندی کرده. از نظر عددی ما این تیره ترین رو به عنوان صفر به حساب میاریم. صفر، واحد، لومیننس یا روشنایی، و بعد قسمت بسیار روشنش رو 255 به حساب میاریم. یعنی از صفر تا 255 محسوب میشه این واحد لومیننس یا روشنایی، که همون جوری که به تب مشخص هست چون صفر هم جزء اعداد هست 256 قسمت میشه از صفر تا 255. و بعد شما موقعی که برای W فشار میدید، تالورنسی رو که اینجا میبینید میزان واحدی از اون 255 تا هست، در حقیقت 256 تا عرض کردم چون صفر هم به حساب میاد، از صفر تا 255 رو اینجا 32 واحدش رو میاد انتخاب میکنید. فقط با این تفاوت که جایی که من کلیک میکنم 32 واحد به سمت روشنایی و 32 واحد به سمت تاریکی انتخاب میشه. نگاه کنید، اگر عددش رو تغییر بدم، که یا میتونم بیام اینجا کلیک بکنم تغییر بدم، یا اینکه بر روی اینتر بزنم و چون اولین گزینه هست انتخاب میشه به صورت اوتوماتیک و بعد تغییرش بدم، مثلا بکنمش 8، فرق نمیکنه. البته میتونم تا 255 بالا برم. نگاه کنید، اگر بزنم 256 عمل نمیکنه. بزنم 256 به من میگه آخرین گزینش 255 است و خودش به صورت اتوماتیک 255 انتخابش میکنه. کلیک کنم به تب همه رو انتخاب میکنه. نگاه کنید، درجه میزنم بر روی اینتر، مثلا میزنم چه میدونم 6، فرق نمیکنه. کنترل دی میزنم که از حالت انتخاب در بیاد. اگر کلیک بکنم 6 واحد سمت راست و 6 واحد سمت چپ رو انتخابش کرد. اینجا توی این عکس به این علت هست که حالا اومده این قسمت ها رو انتخاب کرده، چرا که به میزانی که اینجا بود که 32 بود، اجازه بدید برش گردونم به همون 32، 32 واحد روشنتر از اونجایی رو که من کلیک کردم و 32 واحد تاریکتر رو اومد ادغام کرد و بعد کار انتخاب کردن رو انجام داد. حالا چجوری این رنگ ها رو پیدا میکنه؟ در چنل ها اگر توجه بکنید، RGB که استانداردی هست که فتوشاپ ازش استفاده میکنه، میاد رنگ قرمز رو و مشتقاتش رو، 32 واحد روشنترش رو و 32 واحد تاریکترش رو انتخاب میکنه. همین کار رو با سبز انجام میده، همین کار رو با آبی انجام میده و بعد ادغامش رو میکنه و بعد همینجوری که میبینید میاد و قسمتی از عکس رو انتخاب میکنه. اجازه بدید اینجا بیشتر براتون توضیح بدم. اجازه بدید یه جایی رو انتخاب بکنم از این عکس و بعد رنگش بکنم. بر روی B میزنم تا اینکه رنگش بکنم. رنگ رو اجازه بدید تغییر بدم به مثلا سبز و بعد اینجا رو سبزش کنم. خیلی تعجب نکنید اگر این رنگ سبز این طرفش روشنه و این طرفش تاریکه، این خطای دید شما هست. اجازه بدید که من بر روی حرف سی بزنم بر روی کیبورد تا اینکه کراپ تول رو دریافت بکنم و بعد اینجا رو کراپ کنم یا برش بدم. کنترل دی میزنم که از حالت انتخاب در بیاد و بعد این
قسمت رو برش میزنم، فقط یه لحظه برای اینکه ببینید همه رنگ یکی هست. خطای دید بود که باعث میشد شما این طرف رو روشن‌تر ببینید، این طرف رو تاریک‌تر. همه این سبزی رنگ است. حالا اگر من بیام برای W بزنم و بعد یه جایی رو انتخاب بکنم، خوب نگاه کنید، اتفاقی که میفته این هست که درسته که بر روی حساب واحدی که اینجا مشخص شده یا value‌ای که انتخاب شده از نظر لومیننس میاد و حساب رسی میکنه، ولی اون طرف عکس رو انتخابش نمیکنه، چرا که تا این مرزی که بهش اجازه داده شده انتخاب میکنه. دلیلش هم این است که اینجا contiguous انتخاب شده. اگر برش دارم این چک مارک contiguous رو، حالا اگر یک جای کلیک کنم، هر دو طرف رو، در حقیقت همه عکس رو میاد به خودش اجازه میده که بر روی این عدد حساب رسی بکنه و انتخاب بکنه. اجازه بدید برش گردونم به حالت سابق، کنترل دی که از این حالت در بیاد. حالا اجازه بدید اصلا یه لایه دیگه هم برای این عکس به وجود بیارم. میزنم اینجا یه لایه جدید به وجود میارم، ام رو میزنم تا اینکه رکتنگولار رو بگیرم و بعد میام انتخاب میکنم این قسمت رو. بی رو میزنم، اجازه بدید رنگش رو عوض بکنم، مثلا این بار کنمش مثلا قرمز، یه مقداری مثلا بیام قرمز قرمزش کنیم، بله، و بعد رنگش میکنم. باز هم اینجا خطای دید اجازه ندید که اذیتتون کنه، همه جای رنگ یکی است. کنترل دی که از این حالت در بیاد، دابلیو رو میزنم. حالا نگاه کنید، اگر اینکه من لایه بالایی رو انتخاب کرده باشم، به تب این ابزار ماجیک ون بر روی لایه بالایی عمل میکنه. حالا اگر این بالا کلیک بکنم چه اتفاقی میافته؟ فکر میکنید که این عدد 32 رو میاد و انتخاب میکنه 32 واحد این ورتر، 32 واحد اون ورتر رو انتخاب میکنه، در حالی که این اتفاق نمیافته. نگاه کنید، همه رو انتخاب میکنه. چرا؟ برای اینکه بک‌گراند این لایه ما ترانسپرنت هست، اصلا رنگی وجود نداره. و در حقیقت میشه گفت که اگر همش هم رنگ میبود و یه رنگ میبود، بازم انتخابش میکرد. نگاه کنید، من اگر روی اینم کلیک بکنم همه رو انتخاب میکنه، چون همه یه رنگ هستن. در نتیجه حواستون باشه اول چه لایه رو انتخاب کردید و بعد اون لایه رو که کلیک میکنید، بک‌گراند اون رو یا رنگ اون رو در حقیقت میاد و انتخاب میکنم. همجوری که میبینید، چون الان بک‌گراند انتخاب شده، لایه پایینی انتخاب شده، موقعی که کلیک کردم دیگه به لایه بالایی کار نداره که این رنگ قرمز بر روش هست، و همچنان دقیقا مثل زمانی که اصلا این لایه وجود نداره میاد کار سلکشن رو انجام میده. اگر سمپل آل لیرز رو انتخاب بکنم و بعد کلیک بکنم، میاد و حسابرسی رو با دوتا لایه با هم دیگه انجام میده. در نتیجه از رنگ زیری استفاده کرد برای اینکه این حسابرسی 32 واحدی رو اینجا در نظر بگیره و بعد هم مرزش رو اینجا انتخاب کرد، چرا که در لایه بالایی اینجا رنگ متفاوت شده. اجازه بدید که برش دارم و بعد برگردیم سراغ عکسمون. اگر بخوام این هواپیما رو انتخاب کنم، میدونید که باید مود 2 رو به توسط شیفت نگه دارم و کلیک کنم و ادامه بدم به کلیک کردن تا اینکه انتخاب انجام بشه. چون مقدار سخت است، بهتر است که کارو برعکس انجام بدم. کنترل دی، میام بیرون رو انتخاب میکنم، میزنم، میبینید که مقدار زیادی از آسمون انتخاب میشه، شیفت رو نگه میدارم، شروع میکنم کلیک کردن. همجوری که میبینید خیلی راحت میتونم حالا بیرون رو سلکت بکنم، کنترل شیفت آی اینورس میکنم و حالا میبینید که هواپیما رو انتخابش کردم. میتونم حتی کنترل نگه دارم بر روی اروها فشار بدم، هر کدوم فشار دادم یه بار دیگه برعکسش رو انجام میدم. اگه فشار دادم بر روی بالایی، یه بار دیگه بر روی پایینی میزنم، چرا که وقتی فشار دادم بر روی بالایی، مقدار هواپیما رو بردم بالا، از اینجا جداش کردم. و بعد کنترل نگه میدارم بر روی ارو پایینی میزنم که هواپیمامون برگرده به سر جای سابقش. حالا هواپیما جدا هست، میتونم از هواپیما کپی بگیرم و ببرمش توی عکس دیگه، و یا اینکه بیام اصلا دور هواپیما رو پاکش بکنم و به صورت ترانسپرنت درش بیارم. برای اینکه بتونم این کار انجام بدم، ابتدا بایستی کنترل شیفت آی رو فشار بدم به تب برگردم به همون حالت سلکت سابقمون، چرا که حالا آسمون رو میخوام پاک کنم، و بعد اینجا دست راست کلیک کنم بگم داپلیکیت لیر، از همون لایه یه لایه دیگه برای ما به وجود بیاره، لایه زیری رو بگم دیده نشه.
حالا اگر این که بر روی دیلیت بزنم، میبینید که رنگ بکگراند هواپیمای ما رو که آسمون بود رو برای ما پاکش کرد. دلیلش هم اینه که این بکگراند رو ما دیگه نمی‌بینیم، در نتیجه به صورت ترانسپرنت بهمون نشون میده. امیدوارم درسم درتون خورده باشه.